درود بر شما. هشتم دی ماه 1402 خورشیدی و 29 دسامبر 2023 میلادی. در برنامه امشب صفحه آخر می‌پردازیم به چگونگی مبارزه حکومت با فساد حکومتی. پرده آخرم آخر برنامه. بیش از یک ماه از افشای اختلاس چای دبش گذشته. اسمش شده اختلاس چای دبش دیگه، چون از بالا تا پایین گزارش مفصلی دادیم دو هفته پیش، سه هفته پیش، که همه توش دست دارم. باری تنها کسی که تو این یک ماه به طور غیر رسمی هم تازه میگن زندانه، سرتیپ پاسدار محسن کاظمی نیست. اونم که خود حکومت و دستگاه قضایی شفافش که نمیگه. فعالان رسانه‌ای میان از رو دست هم مینویسن، بعد حکومت هم غیر مستقیم تأیید میکنه، مثلا قوه قضاییش و اینا. ما در برنامه صفحه آخر 17 آذر 1402 گفتیم که اصلا با لو رفتن و بازداشت سردار محسن کاظمینی، قائم مقام وزیر جهاد و رئیس قرارگاه امنیت قضایی کشور، کل قضیه لو رفت. یعنی میخوام بگم برای اولین بار ما گفتیم تو برنامه صفحه آخر، خب نه به خاطر اینکه هورا بکشیم به 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 به، میخوام درباره مدیریت خبر یه دو نکته رو بگم، بعد بریم سر موضوع اصلی برنامه. عرض کردم که در برنامه دقیقاً 17 آذر 1402 این بازداشت محسن کاظمینی رو گفتیم و گفتیم اصلا این که افتاد زندان قضیه لو رفت. بعد از چند روز که ما گفتیم، بعد از چند نزدیک یه هفته، وحید اشتری فعال رسانه‌ای در ایران نوشت که کاظمینی بازداشت شده. بعدن یکی دو تا رسانه در خارج از کشور از رو دست او نوشتن و گزارش تهیه کردن. مهم نیست کی رو دست کی می نویسه، مهم صحت خبر و مدیریت خبره. اشکالی که این شیوه کار داره این است که به این دلیل دارم این توضیح رو میدم که این شیوه کار اجازه میدهد به حکومت که خبر رو مدیریت کنه، مثل مورد بازداشت پسرای مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه. باز ما اولین بار در صفحه آخر دهم شهریور 1402 احضاریه شعبه 13 بازپرسی برای پسران مصدق کهنمویی رو که در تاریخ 28 تیر ماه 1402 صادر شده بود گفتیم، منتشر کردیم، نشون دادیم احضاریه رو، که 10 شهریور 1402 قوه قضاییه بلافاصله به دست پا افتاد، یه دروغ رسانه‌ای رو به جریان انداخت. خلاصش بخوام بکنم، فریبرز کلانتری که افشا کننده این فساد در برنامه صفحه آخر بود نوشت، خلاصه ماجرا رو نوشت. نوشت 10 شهریور ماه در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا برای نخستین بار از اتهامات پسران محمد مصدق کهنمویی، معاون اول قوه قضاییه، یعنی امیر حسین و محمد صادق، در پرونده فساد اقتصادی گروه رستمی صفا اطلاع رسانی کردیم. در همان برنامه با توجه به مستندات متقن قوه قضاییه اعلام شد که پسران مصدق کهنمویی در 28 تیر ماه 1402 به شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 جرائم اقتصادی تهران به عنوان متهم پرونده پولشویی به علاوه 4 متهم دیگر احضار شدند. اسامی هم پرونده ها در همین نامه آمده. یک هفته بعد از این اطلاع رسانی ما، یعنی در 17 شهریور ماه، یکی از کانال‌های مربوط به جریان‌های امنیتی، یعنی کانال ایون، خبر بازداشت پسران محمد مصدق را منتشر کرد. پس از آن، یعنی 9 مهر ماه، خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه فرهیختگان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی در اقدامی هماهنگ و البته به صورت جداگانه خبر بازداشت 8 ماهه 2 تن از فرزندان معاون اول قوه قضاییه را اعلام کردند. اما نکته قابل توجه این است که قریب به اتفاق رسانه ها در داخل و خارج،
ماهواره‌ای و فلان. به خبر کذب روزنامه، خبر دروغ روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری تسنیم از بازداشت 8 ماهه پسران مصدق کهنموی استناد کردند. این در حالی است که پسران مصدق کهنموی معاون اول قوه قضاییه با توجه به مستندات متقن قضایی به هیچ وجه بازداشت نشده بودند و اسامی اینان در هیچ یک از زندان‌های قانونی کشور ثبت نشده و احضاریه شعبه 13 بازپرسی برای پسران مصدق کهنموی در تاریخ 28 تیر ماه 1402 به آدرس منزل مسکونی آنها در یوسف آباد ارسال شده. اگر این دو بازداشت شده بودند چرا به منزل آنها احضاریه ارسال شد؟ به نظر میرسد خبرگزاری‌های وابسته به دستگاه‌های امنیتی در این میان نقش خود را که فریب روزنامه‌نگاران مستقل و رسانه‌ها و افکار عمومی بود خوب بازی کردند. یعنی بگم قوه قضایی گرفته، گفتی که اجرایی اومد هیچ تبعیضی نیست، پسران معاون اول قوه قضایی رو گرفته، که بگن قوه قضایی گرفته، فساد ستیزی کرده، محکوم کرده حتی و اینا. تازه 8 ماه قبل از اینکه شما بگین، یعنی ما بگیم، و این دروغو که به جمع کردن پرونده و فساد لو رفته کمک میکنه و کمک کرده است، رسانه‌های غیر وابسته به جمهوری اسلامی در داخل و خارج تکرار کردند. متاسفانه اینجوری حکومت میتواند مدیریت کند اگر رسانه‌ها حواسشون جمع نباشه. جمهوری اسلامی به دلیل پولشویی بین المللی و کمک به تروریسم نمیتونه FATF رو بپذیره. FATF گروه ویژه بین المللی اقدام مالی است که برای مبارزه با پولشویی بنیاد گذاشته شده. مسعود پزشکیان نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید میگویند اگر ما زیر پرچم FATF برویم متوجه میشوند که چقدر ارز به کجا رفته است. وقتی FATF از آن سر دنیا متوجه میشود پول چگونه جابجا شده، آن وقت در این مملکت چطور می شود 10,000 یا 100,000 میلیارد پول گم شود؟ حرف حسابه دیگه. آمارای خودشون میگه بیشترین رقم های اختلاس و فساد اقتصادی در ادامه اون دو دولت احمدی نژاد در همین 2 سال اخیر انجام شده و بدیهی است که ادامه داره. اما ادامه داره چون اصلا میدونیم که همیشه ادامه داره. مبارزه ریشه‌ای وقتی با فساد نباشه، مبارزه ریشه‌ای با فساد هم که نمیشه در این 2 دقیقه بنده عرض کنم، تهش یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی. ولی مبارزه با فساد چون وجود نداره و راه‌های تولید کننده فساد هم مدام داره تکثیر میشه در نظام مقدس جمهوری اسلامی، بنابراین بدیهی است که ادامه داره. خب این وسط رهبر جمهوری اسلامی و رئیس قوه قضاییه میگن همین دوره ابراهیم رئیسی افتخارآمیز است برای ما. شهریور 1402. بنده از همه دولت ها در این 30 سال 30 و چند سال حمایت کردم. دولت های مختلف با گرایش های مختلف با توان های مختلف از همه این دولت ها بنده حمایت کردم. لکن در مورد این دولت علاوه بر کمک، بنده با نگاه به این 2 ساله تمجید هم بخوام بکنم. یعنی اون چی که تا امروز در این 2 سالی که این دولت بر سر کار بوده از عمل کرده دولت مشاهده کردیم، این مستوجب این هست که ما تقدیر کنیم از دولت و تمجید کنیم از دولت. کارهای بزرگ و زیربنایی رو انجام داده که اثرش ممکن امروز ظاهر نشه به طور کامل، اما بالاخره ظاهر خواهد شد. بالاخره ظاهر خواهد شد. این تعریف و تمجید و تقدیر به قول پیشوا مال همین سال 1402 ها، یعنی مال زمانی است که
فهرست تهنه‌دار دزدی و اختلاس ها فقط با دولت احمدی نژاد که خامنه ای می گفت نظرش به من نزدیکتر از بقیه است قابل قیاسه. چرا هر دوره‌ای که جمهوری اسلامی فاسدتر خامنه ای خوشحال تره؟ بیشتر تقدیر میکنه. هر دولتی که آمار فسادش بیشتره و ارقام فسادش رسوا کننده تره خامنه ای بیشتر قربون صدقش میره. واقعا چرا؟ بخشی از این فهرست کارهای دولت رئیسی رو که مورد تقدیر پیشوا قرار گرفته، یکیش همین اختلاس 3.5 میلیارد دلاری چای دبشه که خود رئیسی و دولتش گفتن ما کشف کردیم، گرفتیم، ساداتی نژاد وزیر جهاد رو برکنار کردیم، تموم کردیم، حل اقداماتی کردیم. 14 دی ماه 1402 اعلام می شود گمرک شهید رجایی بندرعباس طی ابلاغیه‌ای دستور توقیف اموال مرتبطین با چای دبش را صادر کرد. یه جدولی هم منتشر میکنن در زیر این ابلاغیه یا کنار این ابلاغیه که دارین میبینین، اسم 5 تا شرکت رو گل گرفتن بعد منتشر کردن که مردم نفهمن اون شرکت ها چیان. این تازه زمانی است که تبلیغاتچی های حکومت بسیج شدن تا بگن ما داریم برخورد میکنیم و موضوع رو مثلا آبرومندانه جمع میکنن ها. میبینین عبدی میدیا نوشته مدیر عامل دبش 34 روز قبل از افشای فساد 3 میلیارد و 400 میلیون دلاری به ابراهیم رئیسی نامه نوشته و خواستار حل مشکلات قضایی و اداری شده است. اطلاعی از عکس العمل رئیسی وجود ندارد. تاریخ نامه 7 آبان 1402. فارغ از این که سید محرومان میگه دولت از یک سال و نیم پیش این موضوع رو کشف کرده و دین دیگه چه جیغایی میزد که ما که بودیم کشف کردیم اینا. کشف کردیم. دولت خودش کشف کرده که خودش داره چه دزدیایی میکنه. کشف کرده. بعد 60 نفرم که حتی قوه قضاییشون نمیدونه کیان برکنار کردیم و بعد یه ماه قبل از رسانه‌ای شدن این موضوع رئیس کل این دوزی 3.5 میلیاردی به همین آدم نامه نوشته کمک خواسته، گفته کم همه بازم بدین. همه چی هم الان لور، همه چی که چه عرض کنم اینه اصل ماجرا لور رفته اومده بالا، هیچ خبری هم نیست. فارغ از این وقاحت حکومتی و حکومتیان، نامه چای دبش به رئیسی رونوشت شده برای دو تا سردار سپاه، عبداللهی استاندار سپاهی البرز و سردار حیدرنیا فرمانده سپاه استان البرز. یعنی همه با هم زیر عبای رهبر معظمان، فرماندهان سپاه، سید محرومان، همه محبوب ولی فقیهشون، دزدان کلان قوت لایموت ده ها میلیون ایرانی محروم. تو این وضع اون وقت میان با وقاحت ویژه جمهوری اسلامی میگن اینقدر به این خبرات گیر ندین. ارگان سازمان بسیج سپاه پاسداران روزنامه جوان نوشت خبر فساد چای دبش و تیتر شدن آن در رسانه‌های داخلی و خارجی، آن هم با بزرگ نمایی رسانه‌ای بدون درک شرایط جامعه، از همان دست خبرهایی است که ذهن افکار عمومی را در آستانه انتخابات مشوش کرده است. اختلاس چای دبش بزرگ نمایی چی بگم آقایون؟ 3.5 میلیارد دلار کوچیکه که با رسانه بخوای بزرگ نماییش کنی. یهوی این وسط هم خبر واردات قاچاق 2 میلیون تن برنج رسید. کوچک نژاد عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس درباره جزئیات واردات 2 میلیون تن برنج به دیدبان ایران گفت در زمان وزارت آقای ساداتی نژاد که وزیر جهاد بود اتفاق افتاده این واردات و الان هم در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی و هم اکنون هم سفارش دادن و دوباره دارن وارد می کنند.
این 2 میلیون تن بخشی با ارز ترجیحی و بخشی با ارز نیمایی دارد وارد می شود و با قیمت بیشتر در بازار فروخته می شود. فقط به ما و شما گفتن قضیه تموم شده، مثل که اون شلوغ بازی ها فقط واسه رد گم کنی بوده، اصلا هیچ اتفاقی انگار نیفتاده. پوستای همه شده از جنس لاک لاک پشت انگار. بعد قضیه این خبر رو همینجوری میدن، 3.5 میلیارد دلار عرض کردم دفعه پیش، بیش از رقمی که 1.5 سال اینا دویدن از کره جنوبی بگیرن. مثلا ما نفت فروختیم، کره جنوبی نمیده، بفرست قطر 10 تا بانک 5 تا بانک، خب ما میگیریم، بعد دوباره آمریکا بلوکه بکنه، اینا ضد تبلیغات بخوام بزنن. بیش از نصف اون مبلغ خودتون دارین میدوزین از سفره مردم، از خزانه بانک مرکزی. بعدم ادامه داره، یک شما گفتم انگار قضیه هم تازه شروع شده. 27 آذر 1402، احمد توکلی نماینده ادوار مجلس در نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، 27 آذر 1402 ها، در نامه خطاب به ابراهیم رئیسی از رانت بی سابقه ای روایت کرده و نوشته است ماجرا از این قرار است که واردات 13 میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، ذرت دامی، کنجال سویا، جو، برنج، روغن، گوشت قرمز و سفید یک بار طی قراردادی با طبقه بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه واردات کالاهای اساسی واگذار شده. جناب وزیر در تاریخ 15 اردیبهشت 1402 نامه‌ای به بانک مرکزی ارسال می‌کند که مبلغ 735000 و نزدیک 736000 یورو، ببخشید خیلی عوض می‌کنم، 735 میلیون یورو، 735 میلیون و 705000 یورو، یعنی نزدیک 736 میلیون یورو، در تاریخ 15 اردیبهشت 1402 نامه‌ای با بانک مرکزی ارسال می‌کند جناب وزیر که مبلغ 736 میلیون یورو به صورت حواله نقدی به یک شرکت خارجی که ظاهراً فروشنده کالا به این شرکت بی تجربه در این بازار از بخش خاص بوده پرداخت شود، در حالی که هنوز هیچ کالایی به کشور وارد نشده بوده. امتیاز ویژه‌ای که حتی شرکت‌های دولتی مذکور نیز از آن بی‌بهره‌اند، زیرا تا قبل از ورود کالا به کشور ارزی به هیچ وارد کننده‌ای پرداخت نمی‌شود. این قرارداد تازه مهر کاملا محرمانه می‌خورد تا فرایند سراپا ناشفاف و تبعیض‌آمیز و اینا پنهان بماند. حالا فارغ از این که به زجاجات کشاورزی خودش دو تا شرکت بزرگ تجارت خارجی داره، بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور که مثلا کاملا هم فعالن، و به قول احمد توکلی میگه معلوم نیست چرا وزارتخانه واردات رو به این شرکت خصوصی تازه کار خاص محول کرده، چرا از خود طریق زیر مجموعه دولت انجام نداده این کارو. من اصلا کاری ندارم که این شرکت بدون پیشینه در واردات کالاهای اساسی چیه و رئیس این شرکت که حتما مسئولان 3 تا وزارتخونه و بانک مرکزی رو گول زده کیه. این یکی از نمونه هاییست از دلیل تعریف و تمجید و تقدیر خامنه‌ای از رئیسی و بقیه گماشته هاش. گفتم همین 2 ساله که ما مرور میکنیم قابل تقدیر است، ما به بقیه کمک کردیم، از این یکی تقدیر هم میکنیم. قبل از این رئیسی رئیس قوه قضاییه بود، بعد شد رئیس جمهور. من فقط یه قلم 200,000 میلیارد تومان مثلا گم شده ای که زمانی که همین رئیسی قاضی‌القضات بود بگم که امروز هم که او رئیس جمهوره و اژه‌ای قاضی‌القضاته، باز از حتی جواب دادن به خبرنگارا در این باره تفره میرن، انگار یک قرون دوزره. آقای هادی کسایی زاده روزنامه‌نگار در ایران نوشته است از دوره ریاست رئیسی در قوه قضاییه پرونده گم شدن 8 میلیون سکه طلا از خزانه تشکیل شد، اما تا امروز
هیچ خبری از این پرونده و متهمانش رسانه این نشده. جلسه سخنگوی قوه چند بار درخواست دادم من را راه نمیدهند. همین تازه سخنگوی این قوه که رئیسش الان اجهیه. هر سکه رو من نمیدونم بگیریم اون موقع مثلا نمیدونم 25 میلیون بوده الان 30 میلیون متوسط هر سکه رو 27 میلیون تومان بگیرین میشه 216 هزار میلیارد تومان. حالا گردش کنیم 200 هزار میلیارد تومان سال 98-99 از خزانه دولت گم شد. میگن 200 هزار میلیارد تومان. رئیس قوه قضاییه اصلا ککش نگزید. الان خودش شده رئیس جمهور مورد تقدیر رهبر معظم. خبرنگاری رو که میخواد بپرسه این 200 هزار میلیارد تومان چی شد، به کنفرانس خبری این یارو اسپرن یادم رفته، این سخنگوی قوه قضاییه را نمیدن. از این گماشتگان رهبر چه توقعی دارین جز بالا بردن شمار اعدام ها و زندانیان و بگیر و ببند ها که آماراش تو بخشای خبری بارها شنیدین. توقع پیگیری اختلاس چای دبش رو که کسی نداره از اینا، که نه اینکه نتونن اینا یا از اینا بر نیاد که قاطع عمل کنن، نمیخوان، خودشون شریک دزدن. وگرنه همین رئیسی وقتی پای جنایت علیه بشریت و قتل جوانای مردم باشه خیلی هم قاطع، از اعدامای دهه 60 گرفته تا سالهایی که دادستان ویژه روحانیت بود و دادستان کل کشور بود. یعنی اینا چی کارن؟ با خون مردم، با جان مردم کار دارن. جوانای مردم رو سلاخی میکنن و سفرهشون رو خالی میکنن. دیگه این دیگه واضح‌تر از این آخه؟ آخه من نمیفهمم دیگه چرا بعضی رو باور نمیکنن هنوز چسبیدن به ابای خامنه ای؟ حالا 10% هرچی. به این دنیا و اون دنیا، به اون دنیا معتقدن. خب اون دنیا یقتون رو میگیرن این مردم مظلوم، شما که معتقدین. این توجیهشون چیه؟ میگن آقا صلاح میدونه برای حفظ حکومت اسلامی این کار رو بکنه. قربونش برم، آقا معصومه دیگه، صلاح میدونه این کار رو بکنه. یه جو عقل ای داشته باشی میدونی که به اون دنیا هم که معتقد هستی میدونی که همین آقا اولین جهنمیه، به خاطر اینکه همینه که به بهانه اوجب واجبات و حفظ نظام. حفظ نظام رو چی؟ رو خون مردم؟ رو سفره‌های خالی مردم؟ بعد نقش مستقیم رهبرشون تو این به فلاکت کشیدن مردم غیر از انتصاب ها و دستورات غیر مستقیم و اینا، نقش مستقیمش کجاست؟ بزن یه نمونه بگم. مهدی جهانگیری برادر معاون اول دولت روحانی اسحاق سال 96 بازداشت میشه و فوری آزاد میشه، چون سپاه کرمان جهانگیری رو بازداشت کرده بود. بنابراین خبرگزاری سپاه فارس در شهریور 1401 با یه جور دلخوری نوشت مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور سابق در سالهای گذشته به اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز به 2 سال زندان، توقیف اموال و جزای نقدی محکوم شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه ایران که الان در رئیس دفتر همین رئیسیه، رئیس جمهوره، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه ایران گفته بود که جهانگیری به غیر از قاچاق حرفه‌ای ارز در پرونده دیگری نیز به اتهام تحصیل مال نامشروع محکوم شده و این حکم قطعی است. پس از اینکه مدتی خبری از مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری و برادر معاون اول رئیس جمهور سابق نبود، وی امروز یعنی که شهریور نمیدونم چندم شهریور 1401 در حال بازدید از مجتمع فولاد بناب دیده شد. شما وقتی رابط رسمی اصلاح طلبان با رهبر حکومت باشی، خب دیگه کی میتونه بهت بگه بالا چه شد؟ دزدی نمیدونم داداشت کجاست یا خودت چیکاره؟ قبلا تو همین برنامه گفتم که بعد از هاشمی رفسنجانی رابط اصلاح طلبان با خامنه ای که در واقع میشود گفت رابط مثلا کارگزاران از طریق کارگزارانشون حالا با خامنه ای شد اسحاق جهانگیری. این خواست خود خامنه ای بوده. اسفند 95
اسحاق این رابطه را علنی کرد. در گفتگو با رسانه‌ها گفت این که همیشه جریان اصلاحات ارتباطی داشته باشند، یعنی با آقا، از تأکیدات مقام معظم رهبری بوده است. هیچ وقت ارتباط قطع نشده. اگرم این اتفاق رخ داده از طرف جریان اصلاحات بوده. در حال حاضر هم همین ارتباط وجود دارد. ایشان گفتند دوست دارن رابطه مستقیمی با ما، یعنی با اصلاح طلبان داشته باشند. از من مهدی، ببخشید، اسحاق جهانگیری، از من خواستند که این نقش را ایفا کنم. خبرنگار سوال میکنه مقام معظم رهبری گفتند؟ جواب: بله، من هم در حد بضاعتم تمام تلاشم را میکنم. خب علت عاشق چش و ابروی اسحاق بودن رهبر نیست که، علت این است که خانواده جهانگیری نقطه واسط نیروی قدس سپاه تو کرمون از ماجراهای قبل از قاسم سلیمانی و امین خانواده قاسم سلیمانی و علی خامنه ایست. معلوم امتی جهانگیری کی چیکار داره؟ اگر هم شکایت بکنن مثلا همین فریبرز کلانتری بهش 3.5 سال زندان میدن که چرا اومدی افشا کردی مهدی جهانگیری رو. احمدی نژاد سال 97 که دار و دستش رو تحت فشار گذاشته بودن از طرف رهبر معظم، دو تا نامه سرگشاده نوشت با قاسم سلیمانی. تو دومی نوشت گفته می شود که جناب عالی، یعنی قاسم سلیمانی، در ماجرای دستگیری برادر آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور پادرمیانی کرده و با توصیه به مقامات مربوطه موجبات آزادی ایشان را فراهم آوردید. اینا همه با مدیریت رهبرشون در حمایت بیچون و چرا واقعا از قاسم سلیمانی و نیروی قدس، اگه انجام نشه که پیش نمیره. رئیس قوه قضاییه‌اش هم که رسماً منصوب رهبر است و گماشته رهبر. ببینین ایجهی درباره اختلاس 3.5 میلیارد دلاری که بیشترین رقم اختلاس در ایران گفته شده است چجوری برخورد میکنه. من براتون سریع میخونم. میگه اتفاقی که افتاد این بود که جلوی ارزی که از مجرای درست نرفته بود جلوی آن گرفته شد و مبلغ ریالی که به او داده بودند و تضمین نگرفته بودند اصلاح شد. افراد متخلف تحت تعقیب قرار گرفتند و کار به جایی رسید که وزیر زیربط استعفا داد و دولت هم پذیرفت. قائم مقام وی برکنار شد و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت، یعنی همون سردار کاظمینی، و افراد مرتبط با این پرونده همه تحت تعقیب قرار گرفتند. اجهی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده در مراحل پایانی است ادامه داد فردی از یکی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه دبش عرض گرفته بود که بازرسی کل کشور وارد این پرونده شد و این فرد اکنون در بازداشت است. خب حالا یه نفر رو که از یکی از شرکت‌های زیر مجموعه گروه دبش عرض گرفته بود گرفتیم، روند عرضدهی به چای دبش هم اصلاح کردیم، ببخشید روند ریالی شو، مبلغ ریالی که به او داده بودند و تضمین نگرفته بودند اصلاح شد، صحبت ارز نیست. خب تموم شد دیگه، ولمون کنی. اون یه نفر اولا از شرکت روی زیر مجموعه بود، مهم نبود که، همین آدم در پیت دم در. ثانیا اون یه نفر، فقط همون یه نفر بود، وزیر حیوانی هم با قائم مقامش تا فهمیدن گول خوردن که به اون یه نفر از زیر مجموعه چای دبش یه خوده ارز دادن 3.4 میلیارد دلار، با اینکه مبلغی نبود خب استعفا دادن، استعفاشون هم قبول شد مثل نماز و روزشون، خدا قبول کنه انشاءالله. این که اون یه نفر از زیر مجموعه از چه کسانی و چه اولا اصل قضیه که دروغه دیگه، چقدر گزارش دادیم ما رو جزئیات، ولی همون فرد زیر مجموعه از چه کسایی چه مجموعه های این مبلغ در طول 3 سال عرض گرفته بوده دیگه مهم نیست. مهم اینه که اون یه نفر از زیر مجموعه همه رو گول زده، اون بوده که گول زده. از بانک ملت و بانک مرکزی بگیرین تا وزارت جهاد کشاورزی، وزارت سمت، سازمان توسعه تجارت، سرداران سپاه در معاونت این دستگاه، همه و همه رو گول زده اون پدر صلواتی. ما هم گرفتیمش دیگه. این نحوه پاسخگویی قاضی‌القضات جمهوری اسلامی به مردم و به رسانه ها. نه از محمد آرام کارشناس اطلاعات سپاه که حالا معاون ارضی بانک مرکزی است حرفی هست، نه از رئیسش، نه از بقیهشون. این افتخار جمهوری اسلامیه، افتخار نظامه، افتخار من نوعی نیست.
کدوم یک از مسئولین بزرگ شما فسادش ثابت شده و نظام جمهوری اسلامی بهش برخورد نکرده؟ این خیلی مهمه. اینجور نیست در دنیا. شما یه وقت یادتون هست در همین استان کسی که مقام بالایی داشته تو این کشور، یه زمانی رئیس مجلس بوده، یه وقت رئیس جمهور بوده، یه وقت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، پسرش تو زندان، دخترش تو زندان، یک دختر در رفت آمد. این چیز کمیه. این جزو افتخارات نظام شماست. بچه های معاون اول قوه قضاییه میان گزارش میدن، میان این دوتا بچه یه کار خلافا رو کردن. ما هیچ عیبی نداریم. بله، این که میگه پسرش تو زندان، یک پسرش تو زندان، همشون یکی هن. اون مهتی هاشمی رفسنجانی رو میگه، یه دخترش هم در رفت آمد هم که فائزه رو داره میگه، که فائزه هاشمی رفسنجانی. باری چقدر راست دروغ، من اینا رو نمیدونم. میپرسیم از در خدمت آقای فریبرز کلانتری هستیم، از آقای کلانتری میپرسیم. خوش آمدید آقای کلانتری به امشب صفحه آخر. لطف کردین که باز آمدین و در خدمتتون هستم. ببینید، صحبت اژه‌ای رئیس قوه قضاییه رو شنیدین دیگه، من تکرار نمی‌کنم. ده ها مورد که مسئولان حکومت و بستگانشون مفسد اقتصادی بودند و باهاشون برخورد نشده، تو همین برنامه صفحه آخر گزارش کرده ایم. چند موردو که، یعنی برخلاف صحبت‌هایی که شنیدیم از اژه‌ای، چند موردو که امشب میشود اشاره کرد، چند تا از اونایی که شاید بعضی ها حتی یادشون رفته باشه، اینا رو بفرمایید. من به گوشم زیاد حرف زدم، خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتون، ببینید حتی در مورد همین آقای مهدی هاشمی رفسنجانی، اگر واقعا میخواست عدالت برقرار بشه، تنها رشته 15 میلیون دلاری استات اویل و پرونده کرسن کافی بود که ایشون تا آخر عمرش به آبکنک بخوره. یه حکم 10 ساله گرفت که بدون اقراق میشه گفت بیشتر از نصفشو یا در مرخصی بود یا نبود اصلا در زندان. حتی همون شب آتش سوزی معروف اوین هم خودشون اومدن گفتن که ایشون تشریف نداشته. اما موارد، اولا من یه خبر جدیدی بدم در مورد پرونده این آقای پسران آقای مصدق. این خیلی جالبه، نمیدونم شما اون فیلمو دیدی که چندی پیش این آقای آمولی امام جمعه اردبیل جلوی آقای اژه‌ای خودشو به ننه منقریبم بازی زده بود، آقا ما نمیدونم مستعصر شدیم، آقا ما چی بگیم و نمیدونم حرف فساد اینا میزد. به تازگی یکی از بستگان بیت ایشون که کارمند حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در تهران بوده به نام آقای سالال علیزاده رو دستگیرم نکردم فکر کنه، ایشون مرتبط بوده در این پرونده و مداخله میکرده در کارچاه کنی دوتا آقازاده آقای مصدقی کهنمویی، ایشونو خواستن حالا قرار اخراجش کنن. اینم آخرین خبر میخواستم بدم که اینم مهم بود چون من اون فیلمو دیدم. اما آقای اژه‌ای، من یه درخواستی ازتون دارم، شما ده برید به تاریخ اسفند ماه 90، اگر اون سند شماره یکمون رو نشون بدیم، آقای اژه‌ای اون موقع دادستان کل کشوره و سخنگوی قوه قضاییه. ایشون میگه پرونده آقای محمد علی نقی جوهرمی، یعنی همون آقای محمد جهرومی، میدونید اسم اصلیش محمد علی نقی جوهرمیه، اینو ما به عنوان متهم، یکی از اصلی ترین متهم های پرونده آقای مرحوم مهافرید امین خسروی فرستادیم برای دادگاه. آقای اژه‌ای، نتیجه اون دادگاه چی شد؟ آقای محمد جهرومی با 20 میلیون تومان وثیقه آزاد شد و اصلا معلوم نشد چی شد نتیجه اون دادگاه. آقای جهرومی که دو تا پرونده بزرگ دیگه هم داشت، یک پرونده قاچاق، یعنی تملیک اموال عتیقه به جامونده از خاندان پهلوی دوم، اون موقع که ایشون رئیس بنیاد مستضعفان توی گیلان بود و رئیس کل بنیادم آقای علی نقی خاموشی، این ارتباط خیلی مهمه. ایشون میشه رئیس بنیاد مستضعفان در گیلان و یک حجم عظیمی از اموال مصادره‌ای منتسب به
رؤسا، مدیران و خود خاندان پهلوی دوم در استان گیلان بوده، اینها زیر نظر ایشون بوده، این انبار تملیکی. همونجا میگن که بسیاری عتیقه و اینا هم بوده در چیزا که ایشون اونها رو برداشته. یک پرونده دیگه وقتی استاندار فارس بود داشت، در سال 76 که اومد با زد و بند پولهای خارج کرد و کمک کرد به ستاد آقای ناطق نوری یا همون آقای علی اکبر جمشیدی که باز اینم اسمش رو عوض کرده، اینم نمیدونم، یه چیز عجیبیه. هر کدوم از این آقایون رو ما میبینیم قبلا یه اسمی داشتن، اسمشون هم عوض کردن، فامیلیشون رو کمک کرد به صدام. اون پرونده هم معلوم نشد چی شد، چون ایشون از ارادتمندان آقای ناطق نوری، البته اون برادرشون که در حزب جمهوری کشته شد آقای عباس علی ناطق نوری هستن، آقای محمد جهرمی. در پرونده بعدی شما نگاه کنید، پرونده شهرام جزائری، پرونده یکی از مهمترین پرونده هاست دیگه، یعنی بعد از اون فرمان 8 ماده‌ای که آقای خامنه‌ای دادن مثلا برای مبارزه با فساد، پرونده شهرام جزائری شد محل نزاع تمام جناح‌های سیاسی، همه ریختن به هم. در همون پرونده نقش اون آیات سلسله است، یعنی آیت الله دوری نجف آبادی، آیت الله مقتدایی و آیت الله محفوظی و پسرانشون که در پرونده اومد، در سندهای 2 و 3 و 4 ما مشخص نقش این آیت الله و پسراشون در این پرونده، در این پرونده اومد، اون هم نتیجهش معلوم نشد، یه رأی دادن، ما معلوم نشد چی شد اصلا، اینا چجوری تحمل کیفر کردن و نکردن. پرونده دیگه ای که من میخواستم بهش اشاره کنم، پرونده بانک ملته. ببینید قبل از اینکه بریم پرونده بانک ملت، ببخشید عذر میخوام، این آیات سلاست، آیات سلاس ها کچه آوردین، این آیات سلاس، این 3 نفر کی هم گفتین؟ آیت الله مقتدایی، مرتضی مقتدایی، آیت الله دوری نجف آبادی، آیت الله محفوظی. این آقای اینا چی کارن الان؟ الان که آقای دوری نجف آبادی که نماینده آقاست هستن در همین استان مرکزی و اینها، همیشه اطلاعاتی بوده دیگه، اون دوری نجف آبادی بله. در اطلاعات و قوه قضاییه بفرمایید بله. بعد آقای مقتدی هم که در حوزه علمیه تشریف دارن، نمیدونم کجا هستن، یه سمت بالایی دارن اونجا در حوزه هستن. خب آقای محفوظی هم که والا من نمیدونم چیکار میکنه، اما پسرش در حال تراولر بین تهران لندن معموله، هنوزم تو کار عجیقه و صادق محفوظ. عضو مجلس خبرگان نیست؟ باید باشه، حالا من نمیدونم برحال. چون اینا هستن دیگه بله. من ببینین اینا و پرونده شهرام جزائری، من برای اینکه شاید بعضیا ندونن، دهه 80 بود، درست عرض میکنم؟ بله دقیقاً دیگه. دهه 80 بود و اساساً مسئلهش، یعنی آنچه که رسانه‌ای شد این بود که خیلی هم خودش اعتراض داشت، این بود که میگفتند که او خلاصه همه رو، سیبیلاشون و ریشاشون رو، ببخشید من نمیدونم کجاشون رو، چرب کرده و از بالا تا پایین همه. و این آیات سلاسی که آیه فریبرز کلانتری گفتنم، فکر می‌کنم در همین زمینه رشوه جا میگیره. بله دیگه، رشوه به بهانه هبه، نمیدونم برای امور خیر و اینا، خوب اون توجیهات خودشونو دارن دیگه، اونا اصلا حلال هم میکنن این کارا رو، یعنی بدفاع میدن و حلال میکنن. عرض کنم که جریان پرونده بانک ملی برده خیلی پرونده جالبیه، یکی از اون پرونده عجیبه، یعنی یکی از اون پرونده هایی که توش دوباره شپکیس درست شده، یه سری آدم بی خودی متهم شدن، یه سری آدم که اصلا نبودن اومدن گفتن فرارین علکی و پرونده رو بردن به سمت اصلا به ناکجا آبادی. اما جریان اون چیزی که مسلمه، پرونده سازا که معلومن، آقای محمد آرام بنیار بوده، عبدالله دستقیب بوده، سید احمد سخایی بوده که سید احسان سخایی داماد آقای محمود علوی بوده وزیر اطلاعات وقت، اینا تیم حمیدرضا رستمی بوده که بازپرس به اصطلاح بوده، سومین بازپرس بوده تو این سند شماره 10. من یک چارت کشیدم از این تشکیلاتی که اینها داشتن و داشتن اونجا کار میکردن.
اما نکته مهم اینه که تو این سنده، ببینید این سند، ببینید یک کشتی آقای عبدالله دستخیر میره وام میگیره از بانک پارسیان، اون کشتی رو میخره با قسطی، البته بعدم یه بخشی از قسطا رو میده، دیگه قسطم نمیده، این کشتی رو اجاره میدن به شخصی به نام آقای شفیعی. از این آقای شفیعی 5 میلیون دلار بابت اجاره کشتی میگیرن که 2 میلیون دلارش رو طبق همین سندی که دیدیم میریزن به حساب آقای سید احسان سخایی، داماد آقای محمود علوی. رو چه حسابی؟ حسابش هنوز مشخصش اصلا سوال همینه، تو پرونده بانک ملت میان همین اتهام این کشتی رو وارد میکنن به آدمای دیگه، میگن شما رفتید نمیدونم وام گرفتید، کشتی نخریدید، کشتی رو بردید، کشتی رو هزاران چیز بی ربط میگن در مورد آدمایی که اصلا بهشون ربطی هم نداره، پول که رفته تو حساب ایشون، رد پول هست تو فساد، هم میگن آقا رد پول رو بگیر. خب الان این پرونده تو شعبه 15 آقا آجی بسم الله، مگه شما نمیگی ما چیز نداریم، تعارف نداریم؟ ایشون رو بخوایم بگو آقا این 2 میلیون دلار چیه، کجاست، برای چی گرفتی، برای چی ریختن تو حسابه؟ تو این سند 5 که شماره 5 که ما این تشکیلات اینا رو دادیم، چون خیلی عجیبن اینا. یه آقای هست به نام سعیدی با جناق همین سید احسان، مسئول دفتر آقای علویه تو وزارت اطلاعات کار میکنه، مسئول آقای علویه توی وزارت وزیر، یعنی دامادش مسئول دفترش هم بود. این آقای حمیدرضا رستمیه که بعدا میخوانش خودش هم حتی بر این پرونده، تو این عکس بغل هم که این آقای آرام بنیال و دستغیب و سیدستان هم معلومن، اینا با هم پولا رو خوردن، همه چیز رو بردن، یه بخشش هم گفتیم تو اون برنامه قبلی که دادن به آقای به نام حامد علی خانی که تو اون بحث تراستی رو برده بانگ اصلا خریده، اصلا هیچ پاسخگو نبودن، یه سری آدم دیگر رو بردن برد کردن، یکیشون هم که میگفتن رئیس شبکه است که خودتون تبرئه کردید، گفتی تبرئه کردیم آقای علی دیواندری، بقیه هم که بند خدا اصلا معلوم نشد چی شد، رئیس رو میگفتن تبرئه کردیم، بقیه معلوم چیست، یعنی یه طرف بوده آبدارشی بوده بابا سمت سازمانش تو بانک ملت، اینو به عنوان متهم آوردن اونجا وصل کردن، کلیپت کردن به این پرونده. آدم های دیگه هم همینجوری، یه خانم به نام سمانه حضرتی، یه آقای به نام مجید سعادتی، یعنی چه اتهامای علکی زدن در حالی که متهمین هستی اینجا، آقا اینجا سنده 2 میلیون دلار، آقا اینو پیگیری کن، اینو برای چی ریختن تو حساب شما 2 میلیون دلارو، شما این پول اجاره رو ریختن چرا تو حساب شما؟ بعد اینا آقای ما سندای قسطاشو داریم، سند وامش هم داریم، تازه تو دادگاه اومدن میگفتن ما اصلا خودمون نه وام گرفتیم نه کشتی خریدیم از شرکت پارسیس که مال بانک پارسیان بوده. این پرونده بانک ملت عجیبتر از این باز پرونده آقای نیاز آذری هاست، مصطفی پسر و کیومرث پدر. آقای کیومرث نیاز آذری این یعنی 12 سال مدیر کل اطلاعات استان مازندران بوده، دیگه روشون نشده وردارم، اصلا تو کارهای امنیتی نظارتی بیشتر از 4 سال 5 سال، دیگه آقای خامنه‌ای با این همه بزرگواریشون 10 ساله حکم میدن برای مسئولینی که نصب میکنن. من نمیدونم این آدم چجوری 12 سال مدیر کل اطلاعات بوده. آقا شما هر کسی رو 12 سال توی سمت به این حساس نظارتی بذارید بدون شک فساد میکنه، هر کی میخواد باشه، فرزند نوح نبی هم باشه باز فساد میکنه. ایشون اونجا بوده، ایشون رو میگیرن، خود سایت مشرق هم خبر میزنه ما ایشون رو گرفتیم به جرم قاچاق 2 تن طلا. آقای مصطفی نیازدارم که بازداشت بوده، همین آقای اکبر طبری زدوبند میکنه، از بازداشت موقت میاد بیرون، فلنگو میبنده میره کانادا. مصطفی نیازآذری پسرش، مصطفی پسر کیومرث. بله. تو رأی دادگاهی که دادگاه کیفری داده، تو اون سند شماره 6 ما 7-8 رأی آرای آقای نیازآذری هست، اون زندانی که بهش دادن 56 تا اتهام زدن به اینها، 56 تا اتهام، یعنی هر من نمیدونم اگه این کتاب جزای عمومی رو باز کنیم دیگه اصلا اتهامی انگار نبوده، شاید پشت جلد یه چیزایی نوشتن ما اونو ندیدیم، همه رو زدن به اینا تو اینا، از نمیدونم شرب خم، مشروبات الکلی، کلاهبرداری، رشوه، ارتشا، نمیدونم
جعل اسناد، هر چیزی، یعنی با 56 تا اتهام آقا حالا توی کانادا معلوم نیست به چه مشکلی خورده، برگشته ایران سر و مرو گنده رفته، تازه گفتگو هم میکنه، میگه یک سری ابهاماتی بود رفع شد. 56 تا اتهام، میگم کل کتاب جزا رو بهشون اتهام زدن، بهش رأی دادن 20 سال، میگه یه ابهاماتی بود رد شد دیگه، تموم شد. منم برگشتم تمام پولم هم میخوام از این به بعد صرف خیریه کنم. بله، رسانه‌های ایران، رسانه‌های ایران اخیراً همین دو هفته پیش بود دیگه، پر شد از این خبر که مصطفی نیازآذری فکر میکنم اول شرق باهاش مصاحبه کرد. بله، شبکه شرق. بله، که آمده ایران و نشسته به قول شما سر مرو گنده، میگه که من کانادا بودم و در اونجا هم البته فعالیت‌های وسیع ساخت و ساز و این چیزا دارم و الان هم در ایران برگشتم. و بعد میگه خب اون حکم 20 سال زندان و اینا، میگه اون یه سوء تفاهمی بود و اینهاش، آره همین داستان بود، خوشبختانه دوستان پیدا کردن. ابهامات ریزی بوده این 56 تا اتهام، گفته سوء تفاهم بود، اون یک سوء تفاهم، همه چیز سوء تفاهم در ایران. به من سکوت میکنم، بفرمایید آقای. عرض کنم که واقعا دیگه الان من میخوام برم به قصه پرغصه پرونده بانک سرمایه. بدون اغراق پرونده بانک سرمایه به عنوان یه دونه کیس استادی در دانشگاه‌های بزرگ دنیا میشه اینو تدریس کرد. یعنی فسادی که کردن، چه اون تیمی که اومد، تیم قضایی، چه تیم کارشناسی، چه تیم نمیدونم امنیتی، واقعا بی‌نظیر بوده. یعنی یه کار یک شعبده‌ای کردن، اصلا واقعا شعبده بازه معروف دنیا هم نمیتونن این کارو بکنن. ببینید پرونده بانک سرمایه طبق گفته خودشون 7 سری پرونده مجزا بود با 400 تا متهم. 7 سری پرونده مجزا، 400 تا متهم و رقم‌های نجومی. تو پرونده بانک سرمایه اتفاقای عجیبی میفته. یه سری که فراری میشن، فراری داده میشن، فراری میشن، فرار کرده بودن، نمیدونم چی بگم، این فعلش آدم دیگه نمیدونه چی بگه، نه یه کار عجیب غریبی میکنه، آدم فعل هم کم میاره برای اینا بگه. یکیشون کی؟ آقای عبدالله رنجبر، حالا میگن خاله‌زاده، عمه‌زاده، ما تو اون شبکه آقای رنجبر رو تو اون سند شماره 8 دیدیم، ارتباطش با خاندان آقای لاریجانی ها معلومه چی هستش. ایشون فقط یکی از اتهاماتش گراننمایی 150 میلیارد تومانیه. یعنی این آقا وام گرفته از بانک سرمایه، بعدم فلنگو بسته رفته، یعنی فراری داده شده، بعد اومدن سندی که بابت اون وام گذاشته، یک وام مثلا 152 میلیارد تومانی، دیدن این سند 2 میلیارد تومن بیشتر نمیارزه، 150 میلیارد تومان گراننمایی شده کرد. این یکی شما فقط ها. یه عده دیگه متهمای دیگه هستن که اصلا نمیدونم چی شدن، ستایی یه دفعه با هم سکته کردن. آقای پرویز کاظمی بود که موقع وزیر رفاه هم بوده تو دولت آقای احمدی نژاد، آقای علی بخشایش و آقای بنا توسل، اینا که اصلا کلا یه دفعه سکته کردن با هم، جمعی سکته زدن و اینا هم معلوم نشد پروندهشون چی شد. همین آقای علی بخشایش رو میگفتن آقا 2900 میلیارد تومان تخلف کرد و نمیدونم با گروه نمیدونم هدایتی و شاملویی و نمیدونم جهانبانی و اینا تو اون تسهیلاتی که دادن و اینا. یکی دیگه هم بوده توش که حالا میگن تو این پرونده خیلی جالبه، توش وزیر بوده، وکیل بوده، نمیدونم فرزندان فرماندهای سپاه بودن، فرزند فرمانده ارتش هم، سابق ارتش هم بوده، آقای عمار صالحی. این عمار صالحی که اتفاقا تو موضوع با پرونده آقای جهانبانی نام میاد، ایشونو به اصطلاح به عنوان متهم میارن. اون موقع هم که من دادگاه، من یادم یه کشوار شیکی میبوشید، علامت ویکتوری هم نشون میداد. من یه موقع یه چیزی نوشتم گفتم این اصلا، من فکر کردم این نماینده دادستانه، یا اومده اینجا یکی رو یقه کنه، این اصلا قیافش به متهم هم نمیخوره. همین ارتباط اینها رو با این گروه، من تو اون سند شماره 7 اینو چارتشو درآورده بودم که اینا چه ارتباطایی دارن.
حالا عمار سالی اسمشو میارن توی دادگاه هم میارن. مهمتر از این اونی که من میگفتم یه سری هم گم شدن، اصلا اسامیشون نمیاد. یکیش همین آقای محسن جعفری نجف آبادی، پسر آقای عزیز جعفری. ایشون و آقای گروه جهانبانی یه مجموعه زیر گروه شرکت های نور ابرار یه است که از شرکتشون ساختمانی اقامت بوده که با همین آقای عمار صالحی و ایشون اونجا حضور داشتن. این هم شرکت های پوششی بوده که توش پول میریختن، پولشویی میکردن، جابجا میکردن، پولهای میلیاردی میرفته میومده. و این آقای عمار صالحی علاوه بر اینا انگار یک ماشین 600 میلیونی هم دستخوش گرفته بوده از آقای جهانبانی بابت خدماتی که میداده. ایشون هم بهش میگن 10 سال زندان دادیم، میگن نمیدونم چی شده، الان اصلا معلوم نیست، اصلا میگن تبرئه شده، نمیدونم اعاده شده. حالا جالب اینه که این قوانینی که دارن، این قوانینشون قانون تبعیض مداره، یعنی یه سری قانون گذاشتن که ماده 474 ماده 477 نمیدونم نر شماره فلان، براتون عدد میارن و اینا الان بیرونن. همین چیزایی که آقای مسعود ستایشی سخنگوی قوه حالا همین توی این جلسه قبل میگفت خیلی جالب بود. اتفاقا یه بخشش هم که اومد مثلا اطلاع رسانی کنه برای من خیلی دیگه واقعا یه مقدار چیز شدن. تو همین پرونده باز پسر آقای شاهرودی هست، آقای باقر شاهرودی، پرونده با این سمیگه که پسرهای آیت الله هم هستن توش، دامادش و برادرزاده سید احمد شاهرودی هم هست. اینها هم میگن الان عراق هم نیستن، اینا هم حالا رفتن فراری داده شدن، نمیدونم اینا هم نیستن. پسر آقای عزیز جعفری هم که گم شد تو پرونده. در واقع کلن از این هفت سری پرونده و 400 تا متهم، من نمیدونم اندازه انگشتای دست ممکنه آدم هایی باشن که تومه بودن برای این که پوشش بشن برای این تخلف به این گندگی و در زندان هستند. یکیشون آقای سید محمد امامیه، ایشون چون فوشخورش ببخشید ملس بوده به عنوان تهیه کننده یک سریال پربازدید به نام شهرزاد، اون آقای شومن عدالت آقای رسول قهرمانی استفاده کرد از این و اومد روی موج سوار شد، یه سری آدمای رسانه‌ای مواجب بگیر رو دنبال خودش راه انداخت و اومد که هر چی دلشون خواست گفتن، هر چی دلشون خواست گفتن. و ایشون میگم فوشخور ملس بود و میشست دیگه، خیلی هم مهم بود، گفتن تهیه کننده شهرزاد، هی گندش میکردن. آقا تهیه کننده شهرزاد، اگر فقط تهیه کننده شهرزاد، ایشون که حالا نبود که، یه تهیه کننده شریکی هم به نام آقای هادی رضوی، هادی رضوی کجا چرا بیرونه اگر شما دنبال احقاق عدالتی. جالبه اتفاقا، حالا من اینو میخوام الان اینا اولین بار میخوام سندم منتشر کنیم. ببینید خبرگزاری میزان میاد به نقل از آقای همین مسعود ستشی سخنگو میگه که محمد امامی از اتهام اصلی تبرئه نشده. ببین برای محمد امامی 7 تا رأی دادن، 7 تا اتهام زدن، از 6 تا دیگه‌اش تبرئه شده. این یه دونه که این میگه تبرئه نشده که و به خاطر اون زندانه، یعنی جعل اسناد بوده، گران نمایی بوده، نمیدونم فروش غیر نفت و گاز سرمایه بوده، همین بحث پول که تزریق کردن از صندوق تو سینما و سینماگر شهرزاد، از اینو، یعنی از این اتهام تبرئه اتهام مونده. این داره اینجا اینو میگه و اکنون در زندان در حال گذراندن محکومیت است. در حکم عنوانی متهم اصلی او که به موجب آن به 20 سال حبس محکوم شده هیچ تغییری رخ نداده است. محکوم در طول دوران محکومیت فقط یک بار مرخصی رفته، زحمت کشیدن همه متهمان از این 400 تا 7-8-10 نفر هستن، یه بارم بعد 6 سال متهمی که آقا جالب این متهم وقتی که میخانش خودش توی آمریکا بوده برمیگرده ایران، یعنی این که میخواست دره راحت میتونست دره دیگه، شما متهمی که اینجا بوده درش دادید رفته، این تازه از آمریکا اومده پاش داده اومده اونجا دنبال عدالت بوده. حالا شما اینو گفته، ببینید این یعنی دروغی که مسعود آقای سخنگوی قوه و سایت میزان میاد میگه خیلی عجیبه. ما چه قوهی طرفیم اصلا، با چی طرف هستیم؟ شما این سند شماره 9 اگه نشون بدید من میخوام بخونم. ببینید این خیلی جالبه، در همین یه دونه اتهام
میگه احتراماً پیرو به نامه شماره مبلغ فلان با توجه به پذیرش اعاده دادرسی محکوم علیه ما محمد امامی فرزند احمد و امیر قادری فرزند علی اکبر با وکالت آقای بابک پاکنیا و خانم ستاره صنایع کرمانی از توی شعبه 26 دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به این شعبه و صدور قرار تأمین کیفری به استناد ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری و تودیق وثیقه و صدور قراری قبول وثیقه به میزان 5000 میلیارد ریال برای آقای محمد امامی و 70 میلیارد ریال برای آقای امیر قادری است توی این مرجع نامبردگان تا اطلاع ثانوی در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در آن با تودیق وثیقه از توی این دادگاه آزاد میباشند. این سند قوه قضاییه است. این هم دروغ قوه قضاییه. تاریخش کیه؟ تاریخ این سند کی بود؟ تاریخ سند 13/4402 ساعت 11:33 تاریخ تنظیمی که زدن روی سند. و بعد حدود یه ماه پیش اومدن گفتن که همین نکته‌ای که شما می‌فرمایید گفتن اصلا اول گفتن آزاد شده بعد آقای مسئول ستایشی اومد گفتش که اصلا آزاد نشده و زندانه و به دلیل همون یه دونه اتهام که همین اتهامی که گفته بله گفتن دادگاه آزادش کرده. خب بگین بله. خب من دارم میگم آقا این واقعا شوی عدالته. آقای اجی شما اگه واقعا میخوای عدالتش کن بیا به همین یه دونه رسیدی کن. این رأی خودتونه دیگه. اینو که فریباز کلانتری نداده که، اینو که مهدی فلاحتی صادر نکرده که، اینو مستشار دادگاه شعبه 8 دادگاه کیفری شما به استناد به رأی شعبه 26 دیوان عالی کشور نوشته. آقای کلانتری قربونتون برم یه دقیقه وقت داریم، تو این یه دقیقه میتونیم بگین که تو این ماجرای همین بانک سرمایه که میگین که 400 تا متهم داشت و اینا و بعد قربانی شد محمد امامی تهیه کننده شهرزاد، آدمای گنده حکومتی در این پرونده تو این یه دقیقه واقعا بیشتر وقت نداریم حضور ذهن داریم بگین در پرونده بانک سرمایه؟ بله بله. ببین آقای سید احمد شاهرودی، پسر آقای شاهرودی، سید باقر شاهرودی، سید باقر پسر سید احمد داماد و برادرزاده، هادی رضوی داماد آقای محمد شریعت مداری، عمار صالحی پسر سرلشکر صالحی، محسن جعفری نجف‌آبادی پسر سردار عزیز جعفری، عبدالله رنجبر خاله‌زاده یا عمه‌زاده آقای عرض کنم که صادق لاریجانی، آقای علیرضا موحدی داماد آیت الله نور مفیدی، نماینده پیشوا در انقدر فراری هاش زیادن اصلا لیست کنه اصلا نمیدونم. درود بر شما آقای کلانتری، بسیار ازتون ممنونم، شبتون بخیر. در خدمتتونم، شب شما. بله بریم پرده آخر. همین که تابوتو برداشتن گذاشتن رو دوششون حرکت کنن، یه وقت از گوشه خانه یه صدایی اومد، الیا بیارید این سمت. نگاه کردن دیدن و قبر محفور، یه قبر کنده شده یه آماده برای فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود خیلی خوب تشریف کنید ببرید اون سمت. همون داخل خونه دور زدن آمدن تا دم اونجا که قبر آماده بود، بدن فاطمه رو یعنی تابوت فاطمه رو گذاشتن روی زمین. حالا وقت به خاک سپردن فاطمه است. رسید اون لحظه حساس. امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید ما بدن فاطمه رو که برداشتیم بذاریم توی قبر، یه وقت دیدیم دو تا دست شکل دست پیغمبر از توی قبر اومد بیرون. الیا علی جان امانت منو به من برگردون. دست پیغمبر رو خب همه میشناختن دیگه.